از کران تا کران ایران، درود بیکران. سلامی دوباره به روی ما همتون. من فرزاد فرزین هستم، میزبان شما در منو بشناس. مهمون ما باشید. اگر سر به سر تن به کشتن دهی، اگر سر به سر تن به کشتن دهی، من یه خاکم که زخمی جنگه، نیستاده با این که مجروحه. من یه خاکم که خنده صلح، جنگ نه جنگ نه تو دفاع ولی کوهه. از شمالم قنوت در مهران، جنوبم سماع مولاناست. دشت تا دشت پشت من لشکر، کوه تا کوه پرچمم بالاست. من صدای خروش کارونم، ایستاده به وسعت سبلان. مردمم سر به زیر در تاریخ، مردمم سر بلند در دوران. منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو، منو بشناس که آرامش در طوفانم. سختی به قدرت تختی، شور شیرین عشق با فرهاد، کشور قوم و مذهب و آیین، سرزمین همیشه ی آزاد، خاک آرامش خلیج فارس. وسط مرزهای طوفانی، سرفدای وجب وجب این خاک، پایان گنبد خراسانی. من بشناس که از جنگ نگفتم با تو، منو بشناس که آرامش در طوفانم. منو بشناس به لبخند به زیبایی سال، منو بشناس من ایرانم. از شمالم در مهران، تا جنوبم سماع مولاناست. دشت تا دشت پشت من لشکر، کوه تا کوه پرچمم بالاست. من صدای خروش کارونم، ایستاده
خط سبلان مردمم سر به زیر در تاریخ مردمم سر بلند در دوران منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو منو بشناس که آرامش در توفانم منو بشناس به لبخند به زیبای صبح منو بشناس که من ایرانم منو بشناس به لبخند به زیبای صبح منو بشناس که من بسیار خوب، تیتراژ به یادموندنی منو بشناس رو دیدیم که با همکاری 40 نفر از خوانندگان خوب کشورمون تقدیمتون شد. امیدوارم لذت برده باشید. اما بریم سراغ مهمونای امشب که دو تا از فوتبالیستای بسیار محبوب کشورمون هستن. اولی کاپیتان بسیار با اخلاق و خوب پرسپولیس و دومی دروازه‌بان بسیار خوب کشورمون و همینطور کاپیتان استقلال. یه دست خوشگل بزنیم به افتخار سید مهدی رحمتی و جلال حسینی. خیلی خوشحالم که امشب در کنار شما عزیزان هستم. البته من این افتخار رو داشتم که بچه‌ها رو قبلا دیدمشون و افتخار آشناییشون رو داشتم، برای من که بسیار لذت بخش بوده. میخوام اولین چیزی که ازتون بپرسم، حالا در اینی که با مردم صحبت میکنید، در مورد سالی که گذشت، سالی که به هر حال تو کرونا بودیم، چجوری گذشت بهتون؟ از مهدی شروع بکنیم که خواهش میکنم. به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون. سال نو رو خدمت همه هم میهنان عزیزم تبریک عرض میکنم. امیدوارم که در این سال جدید هرچی اتفاق خوبه براشون رقم بخوره، سلامتی باشه براشون و موفقیت باشه. انشالله از شر این ویروس کرونا هم راحت بشیم که بتونیم به زندگی عادیمون ادامه بدیم. برات کلا سال خوبی بود یا مشکلات خاص خودشو داشت؟ خب نه، سال که خیلی سال سختی بود به دلیل اینکه خب شرایط کرونا از یه طرف خب تمام زندگی‌ها رو تغییر داده بود، سخت کرده بود شرایط زندگی‌ها رو. خب ما سالیان سال عادت کرده بودیم به یه شیوه زندگی و عملا با اومدن کرونا باید سبک و سیاق زندگیمون رو عوض می‌کردیم. مهدی جان، توی سالی که گذشت خب تو مربی شدی و اولا تبریک میگم به، ولی فکر میکنم که همین کرونا باعث شد که مشکلات زیادی داشته باشی. یعنی مثل که 9 تا بازیکن کرونایی داشتی در ابتدای فصل و دست و پنجه نرم کردی با این داستان. چطور بود؟ خب مربی شدنم که خب حالا بهش فکر کرده بودم، چیزی نبود که یه دفعه تصمیم بگیرم اتفاقی باشه. حالا ما سالیان سال با آقا جلال هم بازی بودیم، چه تو تیم ملی چه توی باشگاه. من شرایط زانوم یه مقداری اذیتم میکرد و دیگه نمیتونستم فوتبال بازی کنم. یه شرایطی هم برام پیش اومد تو تیمم که این اتفاق برام رقم خورد. از روز اولی که من خب مربیگری رو شروع کردم شرایط سخت بود. کرونا اومد، خب بازیای آسیایی رو داشتیم، خب بازیای آسیایی شروع کردم، بعد که خواستیم لیگ رو شروع کنیم 9 تا بازیکن تیممون و کادرمون کرونا داشتن. خب از همون اول داشتیم با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کردیم. خودم هم توی تایم کرونا گرفتم و خدا رو سرزار مرتبه شکر تونستیم که ضعیف گرفته بودی کرونا رو. منم ضعیف گرفته بودم. بله منم ضعیف گرفتم. خب حالا همین سوال از جلال هم میخوام بپرسم. جلال،
اولا که حالا هر صحبتی داری با دوستان عزیز و همیهنان عزیز داشته باش و در مورد کرونا هم که میدونم هم خود درگیر شدی همین که در حال سال سختی بوده هر چیزی هست توضیح بده که ما هم درگیر سلام عرض میکنم خدمت شما همه دوستان عزیز سال نو تبریک میکنم به همه هموطنانمون امیدوارم که سال خوب و پربرکتی داشته باشن به خاطر کرونا من فکر کنم سال خیلی سختی بود واسه همه مردم عزیزمون خب خیلی از هموطنانمون از دست دادیم خیلی از دوستای خوبمون و مثل علی انصاریان عزیز مرداد میناوند عزیز که امیدوارم که روحشون شاد باشه سال سختی گذشت کلا به واسه مردم واسه همه سال سختی بودش امیدوارم که خیلی زودتر کرونا از بین بره خودت هم که درگیر کرونا شدی ولی فکر کنم تاب خفیف بود بله خیلی خفیف بودش اما اوایل بودش که بعدش فکر کنم نگرفتم احساس خوبی داشتم ولی خب چند بار تست دادم دیدم خفیف بچه‌ها یه سوال میخوام بپرسم چون ذهن خودم خیلی درگیر کرده این دعواهایی که توی مسابقات فوتبال هست چون من میدونم اکثر شما با هم دوستین رفیقین اصلا شما که هم نسل هستین ولی خب پیش اومده توی بازی خودتونم مستقیم ده. مثل ما که فوتبال بازی میکنیم با دوستامون و وسط بازی دعوا میشه این همون جوریه یا جدیه واقعا یعنی دعواه مال همون زمانه توی بازیه میدونم خیلی این سوالو دارن خیلی این سوالو میپرسن که آقا اینا که با هم رفیقن چی میشه تو زمین یهو اینجوری دعواشون میشه با هم بفهم خواهش میکنم خواهش من شما بفهمید نه بس که خیلی تعارف نه این دیگه الان دو اینجا رسید نه خب منو مهدی حالا 7 سال 8 سال هم اتاق بودیم توی تیم ملی و 2 سال هم تو اصفهان کلا با هم بودیم حالا خاطر این دعوا اونا یه بار با هم درگیر شدیم بازی با استقلال و دربی استقلال و من فکر کنم فشار بازی حالا توی دربی خیلی زیاده خیلی زیاده بازیکن‌ها استرس زیادی دارن فشار زیادی قبل بازی وارد بازیکن‌ها میشه و میگم کار خیلی سخت بود حالا آقا بهتی اون روز افتاده بود زمین بلند نمیشد یه بهش میگفتم بلند شو بلند نمیشد وقت داشت تلف من آقا جلال خب سابقه دعوا زیاد با هم داریم ما زمانی هم که هم تیمی هم بودیم با هم تو بازی با هم درگیر میشدیم یه خاطره جالب واسهتون تعریف کنم فکر کنم بازی سپاهان و پاس همدان بود تو همدان ما بازی داشتیم تو بازی با هم دعوامون شد ولی با هم خب همخونه بودیم تو اصفهان دو تاییمون وقتی که رسیدیم اصفهان ایشون با یه تاکسی رفت خونه منم خودم با یه تاکسی با هم تو دوباره شب یه ساعت بعد با هم اوکی شده بودیم شرایط بازی فشار بازی یه سری اتفاقات میفته ولی بعدش مطمئنن یادمون میره مهدی همون بازی سید جلال گل زد بهتون توی بازی که دعواتون شد دیگه بله گل زدن سوالم اینه دوست داشته سید جلال قرار بوده گل بزنه به دوستش از هر کی گل بخوره جز سید جلال نه اصلا تو اون بازی تو اون شرایط اصلا به این فکر نمیکنه که کی قراره گل بزنه کی قراره نزنه اصلا این چیزا اینقدر استرس بالایه که نه اصلا به این چیزا آدم فکر نمیکنه فقط مهم اون بردن است که حالا سید جلال فکر کنم چون الان توی پرسپولیس تجربه بازی بدون تماشاگر رو داره مثلا تو دربی چقدر تفاوت میکنه خیلی زیاد واسه ما خیلی زیاد واسه پرسپولیس که ما هر ورزشگاهی بریم فکر کنم همیشه استادیوم پره و الان خیلی واسه ما سخت شده کوالیتی بازی بهتر نشد نه ببینید اصلا ما یکی از قدرتامون تماشاگرمون هستن میتونن خیلی انگیزه و توانمون رو بیشتر کنن ولی خب ما فکر کنم خیلی ضرر کردیم تو این شرایط ولی خب خداشو بچا دارن کارشون رو فعلا خوب انجام میدن خب الان که شرایطتون خوبه من که حالا خودم پرسپولیسی هم گفتنش هم حالا عیبی نداره به هر کسی طرفدار یه تیمه ولی این همه دوستای استقلالی بسیار خوب دارم هم از دوستای شخصی خودم هم مثل مهدی عزیز دوستانی که در استقلال هستن و میدونم که پرسپولیس حالا در کوران مسابقات تیم خودت مهدی ازاره ببینیم چه خبره الان در چه شرایطی هستیم تیم ما هم خب امسال اول سال بازیکنهای خیلی زیادی از دست دادیم یه مقداری بازیکنهای جدید به تیممون اضافه شد شرایطمون سخت بود اول فصل ولی خدا رو شکر رفته رفته بهتر شدیم بچه ها با هم هماهنگ‌تر شدن انشالله تو نیم فصل دوم تا اینجا دوتا بازی کردیم یه برد یه مساوی داریم و فکر میکنم در ادامه بازی ها بتونیم نتایج خیلی بهتری حالا مربیگری بهتر یا بازی کردن اصلاً مربیگری خوب نیست. خوب نیست؟ فکر میکنم سخت در این کار ممکن مربیگریه. خودم فکر میکردم که خیلی راحت باشه ولی واقعاً اینطور نیست. دیگه زمان بازی شما مثلا خیلی کار حرفه‌ای میخواستی انجام بدی. روزی یه جلسه اضافه تر تمرین میکردی. بقیهش رو استراحت میکردی تا تمرین بعد از ظهر تیمت.
زندگی حرفه‌ای باید می‌داشتی که بتونی موفق باشی، ولی الان نه، الان شما خیلی کارهای اضافه تر، خیلی کارهای بیشتر، شاید بگم مثلا تو طول 24 ساعت شما باید 15-16 ساعتشو درگیر تیمت باشی، درگیر مسائلش باشی، آنالیز، کی تیم، در واقع مسئولیت بیشتر شده، واقعا خیلی بیشتره و خیلی سخت داره. مثل میدونم که تو آذری هستی، یعنی اصالتا کدوم شهر؟ ما تبریزی هستیم، اصالتا تبریزی هستیم، شهر اسکو. پسفند فامیلی من اسکویه. مثلا میجام سلامی میکنیم به تبریزی های عزیز هر جایی که هستن. من هم افتخار داشتم که چند بار اونجا رفتم و برنامه اجرا کردم. بسیار مردم خونگرم و دوست داشتنی هستن. محبوب ترین شهری که توی این سالها برای شما همه رفتیم و بازی کردیم، کدوم شهر براتون به نظرتون جذابیت بیشتری داشته توی مخصوصا ورزشگاه و اون جو ورزشگاه و تماشاچی هایی که حضور داشتن؟ تماشاچی های تیم حریف یا خودمون؟ نه حریف فرق نداره اصلا، هرچی اون جو اون ورزشگاه بکنه کجا برات جذاب تر بوده؟ فکر میکنم تبریز و اصفهان خیلی هوادارهای پرشوری دارن. سه جالب شدیم؟ من خب بچه انزلی هست. انزلی بله. چی هستی؟ بندر انزلی. من بکنم اندازه من بهترین جایی که میشه لذت برد همون بندر انزلی بندر هست. بله. در واقع گیلکی این دیگه. بله ما گیلکی. خب اول منم از سمت مادری گیلکی هم، برای همه سلام همشهری ما عبد لایجانی فامیل داره. این که میگن که این سوالو بپرسن برام، چون خودم شنیدم، چون خیلی میرم و میام، ولی برام میگن انزلی چی ها با رشتی ها خوب نیستن، واقعیه این؟ ببینید حالا واقعیه این متاسفانه اختلافی قدیم بوده ادامه داره، ولی خب الان دیگه اینجوری نیستش. چون دلیلشو میدونی چیه واقعا؟ نه زیاد. من میگم سه قدم فاصله شونه، بعد همه همشهریان در واقع مثلا. بعضی از مسئولین مثل همیشه مسئولین مقصرن اساسا. خب من خب این کار جالب بکنم، حالا که سید جلال گیلکیه و همونچون که میدونین گروه بسیار خوب رستاک هم در کنار ما هستن، بچه های هنرمند که سال هاست دارن کار میکنن و ما ازشون دعوت کردیم در برنامه منو بشناس که مهمان ما باشن، که البته خودشون الان دیگه میزبان هستن اینجا بچه ها و قطعات فولک و موسیقی نواحی رو اجرا میکنن. میخوایم ازشون یه قطعه گیلکی به افتخار سید جلال عزیز اجرا بکنن و تمام البته گیلانی های عزیز، یه دست به افتخارشون بزنید. بخواهیم
خاطر کد بدود رنا بسیار عالی. مرسی دستشون. بسیار خوبه رستا که حالا با هم کلی کار داریم. بچه ها یه سوال دیگه میخوام ازتون بپرسم که ممکنه حاشیه‌ای باشه ولی خیلی دوست دارم بدونن. جفتتون توی تیم ملی بودین و جفتتونم خداحافظی کردین از تیم ملی. میخوام یه بار توضیح بدیم برای کسایی که دارن میبینن که چرا چه اتفاقی افتاد. اول از جلال بپرسیم که اول از آقا مهدی همش حالا اتفاقا مهدی دوست دارم بشنوم. بعدش با جلال فرزا جان عزیزم من یه چیزی به شما بگم. خیلی اتفاقات تو این فوتباله میفته و ما چون نزدیک باش دست و پنجه نرم میکنیم و در جریان همه چیزش هستیم نمیشه بازگو کرد که اگر که بازگو بکنیم و راجبش بخوایم صحبت بکنیم خیلی اتفاقات بد میفته. فوتبال خب ما از روزی که فوتبال رو شروع کردیم یعنی همه فوتبالیست آرزوشون این بوده که بیان تو بهترین تیمای ایران بازی بکنن، تو تیم ملی بازی بکنن که خب تو خیلی خوب بودی میدونی اینا که بعد دیگه یه سری حالا معلوم نیست که چه مشکلی داشتی و شاید حالا نخوایم بگی ولی بعضیا حیف میشن. ببین یه دروازه‌بان به این خوبی که من یادم اون تایم همه میگفتن مهدی هم رو دوران اوجش بود ولی حالا به دلیل حالا اون اختلاف سلیقه‌هایی که وجود داشت مربی وقت کی بود اون موقع؟ آیه کیروش بوده. آیه کیروش من و جلال از زیر و بم هم دیگه خبر داریم، حالا خودمونم میدونیم چه اتفاقاتی برامون افتاده و دوست هم نداریم راجبش صحبت بکنیم. حالا شاید یه روزی یه جایی راجبش صحبت بشه ولی جفتمون هم این اخلاقه رو داریم که عادت نداریم تن به هر چیزی بدیم، یعنی یه چیزی رو داشته باشیم به هر قیمتی. من که اینجوری هم و مطمئنا سالیان سالم با جلال بودم، اخلاق سه جلالم میدونم چه جوریه. تو اون بحره یه شرایطی بود که من واقعا احساس کردم که نمیتونم داشته باشم تیم ملی رو به هر قیمتی. حالا اکثرا همه میدونن که تقریبا داستان به چه شکله و اختلاف با سرمربی و اینا هستش، ولی فکر نمی‌کنی که حالا سوال من یه جور دیگه مطرح می‌کنم که جلالم بتونه جواب بده. فکر نمی‌کنی که اگه سیستماتیک یه فرمی باشه که وقتی که صلاح یک تیم به هر حال یک چیزی هست به خاطر اختلافات شخصی در واقع کسی از تیم کنار گذاشته نشه، یا مثلا من یهو دیدم سید جلال خط خورد و ما همه کف کردیم در واقع و واقعا انتظارش خیلی ناراحت شدیم چون بالاخره سید جلال بازیکن بسیار خوب بود و یه مهره ارزنده ای بود برای فوتبال در آستانه جام جهانی. این اختلاف های شخصی که حالا ممکنه با مربی یا با مدیر فنی تیم یا هر چیزی باشه به نظر خودت چجوری لطمه میزنه و آیا لطمه بزرگی میزنه و قابل حل هست یا کسی هست که بالاتر باشه و بتونه اینو مدیریت بکنه یا باید باشه اصلا یا نه؟ واقعا سوال خیلی خوبیه ولی خب ما فکر کنم فوتبالمون مشکل داره، یعنی فدراسیون و رئیس ها و همه مسئولین این مشکل حتما از اوناست. من فکر کنم وقتی هر کسی میتونه هر حرفی بزنه هر کاری که دلش میخواد بکنه رو این نه دست بازی کنه، ولی خب واسه من همه جا گفتم بازم میگم حالا آقا میتم واسه من یه شکست بود چون من تمام تلاشامو کرده بودم، اصلا نوع زندگیم همه چیم تغییر کرده بود. حالا روز آخر که خط خوردم روز خیلی سختی بود و اینو پذیرفتم ولی عجیب بسیار خیلی عجیب. سخت بود و اختلافات شخصی که بودش من خط خوردم. شاید حضور ما که نمیدونیم، شاید حضور سید جلال توی اون مقطع توی جام جهانی باعث میشد که ما بریم بالا. به هر حال ما هم تیم حرفه‌ای بودیم از لحاظ دفاع حداقل، ولی بالاخره گل خوردیم باختیم بازی رو، شاید کمک میکرد. اینقدر حالا اصطلاح باج نمیخوام بگم، اینقدر فضا دادن به یک شخصی که بالاخره حالا مربی خوبی هم هست، حالا بعدن هم تکرار شد دوباره دیگه، بعدن هم حالا در ادامه این اتفاق افتاد، حالا داستانی که بعدش سر قراردادهای ویلموس پیش بره، این همه فضا دادن به اشخاصی که میان و در کشور ما کار میکنن
اصلا به صلاح فوتبال به نظرتون هست؟ ببینید تو فوتبال ما خیلی چیزای سر جای خودش نیست. مایی که تو به اصطلاح وسط زمین بودیم تو این فوتبال، تو بطن کار بودیم، این چیزها رو باش دست و پنجه نرم کردیم، باش سر و کله زدیم. انقدر اتفاقات تلخ و شیرین واسه ما افتاده با آقا جلال که بودیم، حالا نمیخوام بحث رو باز کنم چون واقعا اصلا جاش اینجا نیست تو سال جدید بخوایم راجع به این مسائل صحبت کنیم، ولی حالا من یه گوشه‌ای به جلال میگم که اتفاقاتی که تو قطر تو اون تورنمنت چهار جانبه افتاد، میگم اصلا یه سری چیزها رو ما از نزدیک دیدیم و از نزدیک لمس کردیم که بخوایم راجع به صحبت کنیم باید یه کتاب بنویسیم. تو فوتبال ما هیچ چیز سر جای خودش نیست فرزاد جان. واقعا فقط فکر میکنم که همه هستن که باشن، کسی نیستش که کاری رو انجام بده، چیزی رو درست بکنه. روز به روزم شما دارید میبینید ما پسرفت میکنیم. الان ما 4 تا نماینده تو جام باشگاه‌های آسیا داریم، یکیشون نتونستن میزبانی رو بگیرن که تو ایران ما یه میزبانی داشته باشیم. خب خود اینا همه شکسته تو فوتبال که هرچی رو به جلو داریم میریم شکستا داره بیشتر میشه. یه مصاحبه از آقای عزیزی دیدم توی همین فضای مجازی، میگفت اینا رو هم ازمون میگیرن، همین چند تا چیزی هم که مونده اگه اینجوری پیش بره. بله کاملا فکر کنم دیگه همه مردم هم در جریانش هستن. بیا یه ذره شادش کنیم بچه‌ها فضا رو، چون میدونم اینقدر اتفاقای تلخ فوتبالی هست که بخوایم به قول تو صحبت بکنیم باید یه هفته بشینیم راجبش حرف بزنیم. قشنگترین اتفاق فوتبالی که برات افتاده کجا بوده و تو چه بازی بوده؟ کدومش اصلا بیشتر برات خاطر انگیزه؟ سالی که گذشت آره. من فکر کنم بهترین اتفاق بازی با النصر بود که شکست دادیم و فینال آسیا رفتیم. من فکر کنم یکی از بزرگترین آرزوهامون بود. حالا 2 سال قبلم رفته بودیم ولی خب این بازی خیلی حساس بود شرایط و اون فکر کنم یکی از بهترین اتفاقاتی بود که تو زندگی فوتبالی بود. بهترین همون فینال، همون فینالش. آره ما خیلی ناراحت شدیم. تو چی مهدی؟ منم بهترین اتفاقی سال گذشته برام افتاد این بود که اول که رفتم تو شهری که دوست داشتم سالیان سال اونجا بازی بکنم بازی کردم و به عنوان نماینده خراسان تونستیم که فکر من بازی اصلیه بود که کشید به پنالتی و تونستیم به جام باشگاه آسیا راه پیدا کنیم به عنوان نماینده استان خراسان. فکر میکنم روز خوب و شب خیلی خوبی بود برام. و بدترین؟ بدترینش هم خندی برموزی کردی دیگه، خندیدی باید بگید دیگه این که فوتبال رو دیگه نتونستم بازی عزیزم. آره این چه حسیه بچه؟ حالا هنوز سید جلال که ماشاءالله بزنیم به تخته هم خیلی عالیه واقعا. تو پشت سر هم صحبت میکردیم گفتم من نظر شخصیمون به عنوان یه بیننده میگم که مهم سن نیست، مهم اینه که کارایی داشته باشه بازیکن و سید جلال واقعا تو این تایمی که داره کار میکنه یکی از بهترین تایمای بازی شده به نظر. ولی چه حسیه مهدی؟ تو خوب میتونی بگی اینو. من نتونستم این حس رو تجربه کنم چون بلا فاصله بعد از اینکه فوتبال گذاشتم کنار مربی شدم و کار داشتم میکردم. باید از اون کسایی بپرسیم که حالا بعد از مدتی حالا فوتبال که میذارن کنار، چون دیگه میگن معمولا فوتبالیست ها دوبار میمیرن، یکی خب مرگ طبیعی هستش و یکی هم زمانیه که فوتبال. ولی تو موندی تو فضای فوتبال؟ من آره، من خدا رو سعی زمان مرتبه شد شرایط جوری برام رقم خورد که موندم توی این فضا و من تجربه نکردم اون شرایط و حقیقتش. سوال کلکلی بپرسم، درسته که سید مهدی که کلا از اول استقلالی بودی دیگه؟ بل. همیشه استقلالی و سجال هم که خب ترکیبش مشخصه. اولا که امسال قهرمان میشی یا نه؟ قول و اینا میگی نمیدم میدونم، اما میخوام اینم یعنی خودت حس میکنی میشی یا نه؟ امسال سال سختیه. ببین الان با سپاهان هم امتیازی، استقلال هم خب همیشه رقیبه، یعنی استقلال همیشه استقلاله و خود فولاد هست پدیده دیگه. تیمه ما میگم پدیده تیمش رو دارید دست کردید؟ نه چون شهر خود رو بود بازی بچه بازی رفتشون چجوری شده؟ شارده مشهد بازی داریم اونجا. 4 هفته دیگه هست؟ رفت چی شده؟ بگوید رفت ما سهیش باختیم. سهیش باختیم میبری این دفعه؟ توکل به خود تلاشمون. پرسپولیس حالا خب طبیعتا زورش بیشتر.
نه بازی بازیکن بازی نزدیکه، امسال سال سختیه چون سپاهان هستش تراکتور. سجان همیشه خیلی سیاست مدارانه، من دیدم نه مثلا. جدی میگه امسال اصلا شما جدول لیگ برتر نگاه کنید، امتیازا رو که شما نگاه بکنید الان مثلا تیم خود من دهم با تیم پنجم جدول ششم جدول دو امتیاز اختلاف داریم. بله خیلی امتیازا به هم نزدیکه و فکر میکنم که یعنی حتی احتمالش هست استقلال هم قهرمان بشه. بله آخرین باری که توی پیراهن استقلال بازی میکردی به قهرمان شده خودت حضور داشتی یا بعدش هم قهرمان شده استقلال؟ فکر میکنم توی دوتا چهار پنج تا آخر قهرمانی های آخر استقلال همه رو من حاضر بودم. یعنی بعد اون دیگه استقلال قهرمان نشد؟ نه دیگه، آخرین قهرمانی هم که شاید ما تو جام حذفی توی خرمشهر قهرمان شدیم که خودم جام خودم بردم بالا. خاطرات خوبی داری با استقلال و میدونم که برخلاف همه استقلالی هم دوست دارن، چیز طبیعی هست، همونطور که پرسپولیس ها سید جلال رو دوست دارن، کاپیتان های بسیار خوب و عملا با اخلاق خیلی با شخصیت و در این حال بازیکن های خیلی خوبی بودین، جفتتون جزو بازیکن های محبوب من هستین و بودین و مهمتر از همه همین صحبتی که مهدی حالا توی بحث دیگه میکرد، این که آدم بتونه اخلاق رو رعایت بکنه توی جامعهش و این چیزی که پیش میاد و خیلی ها میگن که نه مثلا فوتبالیست اخلاقشون خوب نیست یا رفتارشون فلانه، این اتفاق توی شماها نسل شماها خب خیلی بیشتر و الان هم حتی خیلی ها هستن که اینجوری هستن، ولی یه حالا نمیگم نصیحت ولی یه حرفی برای بچه‌هایی که مخصوصا تو که مربی هم شدی الان و پیشکسوت محسوب میشی که البته سید جلال ماشاءالله خودش دیگه پیشکسوت هم اولی مربی هم که از بازیکن کوچیک‌ترم. آره آره سید جلال متولد چندی بگو بهم؟ من 14/11/60. تو 14/11/61؟ جدی؟ ما هم توی میگی جاله. آقا یه دست افتخارشون بزنی تولدشون توی یه روزه. و جفتشون هم من کوچیکترن، یعنی سید جلال یه کوچولو کوچیکتره و منم دو کوچولو، سنتی یه دو کوچولو کوچیکتره. آره اینو نگفتیم، یه حرفی برای بچه‌های نسل جدید فوتبال به عنوان حالا عیبی نداره اسمشو بذاریم نصیحت، بالاخره سالها شما کار کردین دیگه، هم سید نتی هم سید جلال دوست دارم بزنن که این تو این قاب این برنامه به یادگار بمونه برای نسل جدید فوتبال ایران. آقا جلال بفرمایید. شما بفرمایید. تجربیات شما خیلی ارزشمند. تجربیات شما بیشتر. خدمت شما باید عرض کنم که تنها حرفی که میتونم بهشون بزنم این که برن ببینن که بزرگان فوتبال از آقای علی دایی، آقای علی کریمی، آقای فرهاد مجیدی و بقیه بزرگا ببینن که چه کارهایی رو انجام دادن که تونستن سالیان سال تو این فوتبال باشن و اسمشون باشه و یکی مثل آقای سید جلال حسینی بلد. تا این سن و سال چجوری میتونه خودش رو، شرایط بدنیش رو چجوری توی چه سطحی نگه داره که بیا تو سطح اول فوتبال ایران بتونه بازی بکنه و روز به روز هم ماشاءالله زان ماشاءالله تخته هم نیست آقا جلال، تخته است، این تخته است، من میزنم تخته، روز به روز هم داره بهتر بازی میکنه و بگردن دنبال اون رمز موفقیته. چیزی که من خودم سالیان سال باش دست و پنجه نرم کردم این بود که فقط و فقط تمرین و ممارست و زندگی خوب سالم. زندگی سالم و حرفه‌ای میتونه جوونا رو کمک بکنه که به این سطحی که الان اینجا آقا جلال هستش نشسته و سالیان سال داره تو سطح اول فوتبال ایران بازی میکنه برسونه. سید جلال خیلی میدونم که دوست دارن اینو بدونن که سید جلال حسینی در این سنی که قرار داره و جزو به نظر من بهترین تایمای بازیش محسوب میشه، همونجوری که دارم میبینم، اون رمز موفقیتش چیه؟ حالا مهدی توضیح داد ولی دوستان از زبان خودت هم بشنم. حالا آقا مهدی همه رو درست گفتن، یعنی واقعا در مورد جوان اول بگم همین که آقا مهدی گفتن، متاسفانه من میگم حالا مقصر هم خودشونن، هم یه سری آدم ها هستن که اطرافشونن، ولی اینو من بهشون بگم فقط فوتبال به هیچ کی رحم نمیکنه، یعنی خیلی راحت کنارشون میزنه، بعد فوتبال هم هیچ چی نیستن.
این حرفیه که من به جوان‌ترا همیشه میگم و امیدوارم که اونا گوش بدن، راه درست برن. من خودم هم همیشه ما میگم خیلی خوشحالم که سدمتی مربی شد، چون من خودم باهاش هم اتاق بودم، با هم زندگی کردیم، میدونم چقدر سختی کشید و خوشحالم کسی که حرفه‌ای زندگی کرد، تجربیات کسب کرد و الانم میتونه استفاده کنه، تجربه‌اش هم بذاره در اختیار بازیکناش. تنها چیزی که واسه من مهمه در حال حاضر تمرین کردنه، بتونم تمرین کنم. رمز موفقیتت هم همینه. آره، بتونم تمرین کنم، میتونم بازی کنم و خیلی دوست دارم همیشه تمرین کنم و تا جایی که میتونم، تا جایی که فوتبال شکستم نداده بازی کنم. پس حالا حالا میبینیمت سجلات ایشالله. اگر ایشالله تا حالا شده که با هم دیگه دربی ببینی، یعنی چون تو سپاهان بودین یه مدت، فرصت شد که با هم دیگه دوتایی ببینی دربی؟ نه فکر نکنم. نه ندیدیم با هم. زمانی هم که سپاهان بودیم بازی داشتیم با هم، دربی بوده ما بازی داشتیم همزمان با دربی. اگه دربی ببینیم با هم دیگه دوتایی توی زمانی، چون ما که خودمون دربی میبینیم، بچه ها رفیقامون مثلا یه تعدادشون پرسپولیس، یه تعدادی استقلالی و هم کلکلا رو داره، چه مدل کلکلایی با هم داشتین شما که با هم رفیق بودین این همه تایم؟ بالاخره خب ایشون میدونسته شما پرسپولیسی، شما میدونستی ایشون؟ نه آقا جلال تو سپاهان رو نکرده بود. رو نکرده بودی؟ اون موقع رو نکرده بود. نه خب بالا قبلش خب دیمان. حالا سپاهان که با هم بودیم اونجا قهرمان شدیم، ولی واقعا من سیاست ندار بوده پس. نه من سال 80 اولین سال لیگ برتر علی آقا فروی منو خواسته بود. سال اول لیگ برتر سال دوم بودش سال که من اومدم تهران. بعد خب واقعا اون موقع شرط سخت بودش، من خیلی سنم کمتر بودش اون سال. اون سال هم پرسپولیس قدرتمندی بود که من رفتم سایپا. از اون به بعد دوست داشتم برگردم که حالا مسیر فوتبالیم یه جور دیگه بودش، حالا تیمای دیگه مثل سایپا سپاهان، بعدش هم اومدم پرسپولیس و خیلی هم دوست دارم. یعنی که نمیدونم، بعضی وقتا فکر میکنم اگه قرار دربی رو نگاه کنم، این استرسی که الان دارم اون موقع هم داره داره. اون که 100% قطعا خواهید داشت، ولی جالب میشد یه دفعه ببینیم که چه کلکلایی میشه بین خود بازیکنایی که به هر حال پرسپولیس زیاد کلی نمیخونی. نه نمیخونی هیچ وقت. عجیبه، بعید میدونم، ولی بالاخره حس جالب به شما میگم. حتی بعد از اون روزی که ما تو دربی با هم دعوامون شد که من اخراج شدم، فردا صبحش قرار بود با هم یه جایی بریم. نه. ساعت مثلا 11 شب با هم تلفنی صحبت کردیم، مثلا راجع به بازی با هم صحبت نکردیم. بچه ها دمتون گرم، انشالله که امسال سال بسیار خوبی براتون باشه و در سال جدید اتفاقای بسیار خوبتری براتون بیفته. سید مهدی عزیزم که به عنوان مربی با به عرصه جدیدی گذاشته، امیدوارم امسال سال خوبی باشه برات و بازم بدرخشی مثل زمان بازیگری. سید جلال هم که محبوب هستی و بودی و خواهی مان و امیدوارم امسال بهترین سال بازیت باشه. البته تو هر سال سال بازیت خوب بوده، ولی امسال امیدوارم که بیشتر از همیشه بدرخشی و هر آنچه اتفاق خوب هست برای شما دو عزیز بیفته در سال جدید. من از طرف همراه اول تو هدیه ناقابل تقدیمتون میکنم و انشالله که به خوشی ازش استفاده کنیم. مرسی. ممنون از لطفتون. مرسی. خیلی ممنونم از حضورتون. سال خوبی داشته باشید، همچنین همکاران محترمتون و مردم خوب کشورمون. انشالله همه خوش و خرم و سلامت کنار هم زندگی خوبی داشته باشید. ممنون از لطفتون. مرسی فرزاد جون، دستتون درد نکنه. امیدوارم که سال خوبی برای همه مردم عزیزمون باشه. قربونت برم. بچه‌ها سید مهدی رحمتی عزیز و سید جلال حسینی. خوش اومدید. همچنان در خدمتتون هستیم، جایی نرید. یه مهمون بسیار ویژه و دوست داشتنی داریم که در منو بشناس قرار کلی با هم گپ بزنیم و حرفای باحال بزنیم. منتظر باشید.
عطر تو منو دیوونه کرده، حس عاشقی تو قلبم لونه کرده، شونه به شونه توی خیابون باز مرور میشه همه خاطره هامون، چشمای نازت، صورت ماهت، دلم و برده اون طرز نگاهت، خنده هات خوابه یه شهر رو به هم زد، با تو میشه کل دنیا رو قدم زد. عاشقی تو قلبم لونه کرده، شونه به شونه توی خیام باز مرور میشه همه خاطره هامون، چشمای نازت، صورت مات، دلم و برده اون طرز نگاهت، خنده هات خوابه یه شهر رو به هم زد، با تو میشه کل دنیا رو قدم زد. حسی که داشتی تو قلب من کاشتی، از تو ممنونم که اینجوری دوستم داشتی، تو شدی جونم ای مهربونم، من جهانم رو به لبخند تو مدیونم. حسی که داشتی تو قلب من کاشتی، از تو ممنونم که اینجوری دوستم داشتی، تو شدی جونم ای مهربونم، من تمام زندگیمو به تو مدیونم. با تو هر لحظه آرامشم هست، زندگیم بی تو واسم پوچه نمیارزه، تو فقط بگو به خندار تو میگردم، آخ کنار تو چقدر دیوونگی کردم. حسی که بین من و تو اتفاق افتاد، زندگیم بی تو فلج بود با تو راه افتاد، من هوامو از نفسهای تو میگیرم، دستم و عشقم بگیر من بی تو میمیرم. حسی که داشتی تو قلب من کاشتی، از تو ممنونم که اینجوری دوستم داشتی، تو شدی جونم ای مهربونم، من جهانم رو به لبخند تو مدیونم. حسی که داشتی تو قلب من کاشتی، از تو ممنونم که اینجوری دوستم داشتی، تو شدی جونم ای مهربونم، من تمام زندگیمو به تو مدیونم. خیلی خوش اومدید. خیلی مخلصیم. بفرمایید. خب اول قبل از اینکه صحبت رو با حامد عزیز شروع بکنیم، تشکر بکنیم از نوازنده‌های بسیار خوبمون، خانم یلدا سمندی که نوازنده پیانوی ما هستن، دست به افتخارشون بزنیم. و جناب آقای سینا زوکایی نوازنده فلوتمون، یه دست هم به افتخارشون بزنیم. مرسی سینا زوکایی. حامد جون چه خبر؟ سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز، عیدتون مبارک باشه. 100 سال به این سالهای، یعنی 100 سال به این سالها، انشالله که امسال خیلی سال خوبی باشه برعکس سالی که به ما گذشت. تشکر میکنم از یلدا صمدی عزیز و سینا زوکایی که هر دو از مدرسین درجه یک که پیانو و فلوت کشور هستن و ما بک استیج با هم تمرین کردیم موزیکا رو براتون اجرا کنیم. خیلی خوشحالم که از نزدیک میبینمت و خیلی خوشحالم که در برنامه شما شرکت میکنم. ما قرار بود که حامد رو از 4-5 ماه پیش همینجوری همدیگه رو ببینیم که توفیق نداشتم ببینم، ان شاء الله مسافرت و اتفاقای مختلف بود که فرصت نشد آخر اینجا
همدیگر رو دیدیم. قربونت برم. حامد چه خبر؟ چجور کرونا هم گرفتی؟ من اینو از همه میپرسم. آره. من که کرونا گرفتم حدودا 4 ماه ازش میگذره و کرونا تقریبا کرونا سختی هم بود، هم خودم گرفتم هم پدر مادر همه گرفتیم با هم دیگه و الحمدلله به خیر گذشت و روزای سختی بود، ولی به نظرم اینکه خودم همیشه به خودم میگم ای کاش بیشتر رعایت کرده بودم که اتفاقی نمیافت. چی شد گرفت؟ میدونی خوده؟ بله، من مطمئنن از فرودگاه گرفتم، یعنی میخواستم برم شیراز پیش با مامان، تست دادم قبلش منفی بود، رفتم شیراز، برگشتن از فرودگاه که آمدم توی ماشین دستامو به چشمام مالیدم و عینکم خواستم بردارم دستمش، بعد موقع افرداش اتفاق بد افتاد. واقعا من خودم هم الان حدود فکر میکنم 5 ماهی که پدر مادرم ندیدم به خاطر همین داستان کرونا و کاری که داریم انجام میدیم، به هر جای پرخطری هستیم دیگه، این اتفاقیه که افتاده. ولی خب خدا رو شکر که الهی شد، خطر رفع شده و الان حال مام بابام خوبه دیگه. خدا رو شکر، عالی. خدا رو شکر. حامد، مهمونای قبلی ما سید جلال حسینی و سید نتیر احمدی بودن، ازشون سوال کردم در مورد تایم بازنشستگی فوتبال. فکر می‌کنی یه همچین تایمی برای خواننده‌ها وجود داره اصلا، یا اینکه به هر حال خواننده توی تایمی ممکنه رو بورس باشن و خیلی کارشون هیچ بشه، شنیده بشه، و یه تایمی به بعد این اتفاق نیفته، آیا باید بازنشسته بشن یا اینکه نه؟ به فرض جون از نظر من اینطوری نیست خیلی، یعنی مثلا خواننده سن بازنشستگی نداره، به خاطری که ما یه چند تا خواننده داریم که اصلا 3 تا ترک خوندن ولی ما ترکاشون رو حفظیم. بله. همیشه هم باهاشون هستیم و همیشه هم باهاشون خاطره داریم. من به نظرم اگر که یک خواننده خیلی خودش کم کار بشه و در واقع خودش کم کاری بکنه، ممکنه از ذهن‌ها یه خورده فاصله بگیره، ولی به نظرم مثل فوتبال و اینها نیست، چون بالاخره اون خاطره ها و اون اتفاقای خوب هستشن. اصولا اصلا خواننده ها به خاطر اینکه توی زمانهای مختلف، مخصوصا ماها که اکثرمون هم خودمون هم آهنگساز هستیم، حسای مختلفی رو تجربه میکنیم، ممکنه توی تایمی توی دوره‌ای توی اون شرایطی نباشیم که کارهای خیلی به قول معروف بگیر و هیت بسازیم. حامد، من خوندم توی یکی از مجلات که تو هنجراتو بیمه کردی. درست. یعنی فکر کنم قبلش آقای سالار عقیلی بیمه کرده بود به قیمت 500 میلیون تومان و بعدش تو بیمه کردی. چقدر بیمه کردی هنجراتو؟ این چیزی که میگین یک چیز نمادینه، در واقع این بیمه یک بیمه نمادینه، بیمه ایران از ما دعوت کرد. نمادین یعنی چی؟ یعنی که اگه تو هنجرات مشکلی بخوره. من فکر میکنم بیمه ایران قصد داشت اون سال که برای همه آرتیست‌ها این کار بکنن. حالا مثلا حالا بالاخره اون سالی بود که من خیلی برنامه اجرا می‌کردم. جواب منو ندادی. می‌خوام ببینم یعنی این اگر خدایی نکرده، ان شاءالله که هیچ وقت این اتفاق نیفته، ولی پنجره مشکلی بخوره 500 میلیون میدن. این واقعی هست. اول الان که فکر کنم خیلی بیش از اینا بشه، یعنی چون سال به سال در واقع بیشتر می‌شد رقمش، ولی یک چیز نمادین بود که اول استاد عقیلی انجام دادن، بعد از ما دعوت کردن. ما به صورت احساس میکنم خیلی نمادین هستش. بعدم میخواستم با بقیه خواننده ها فکر میکنم که همه رو دعوت کنن که اون اتفاق بیفته، و من فکر نمیکنم که خیلی چیز میدونی. آره، دوره هم برقالی بود. حالا مبلغ تو بیشتر بود یا سال؟ فکر میکنم که سال اول ما 500 بود، سال بعد میشد 1 میلیارد، سال بعد میشد 2 میلیارد و اضافه میشد. همینجوری اضافه میشه؟ بله اضافه میشد. ولی الان چند سال گذشته؟ الان فکر کنم ازش 4-3 سال خورده گذشته. یعنی رو 4.5 اینا فکر نکنم دیگه بیشتر از اون دیگه شده باشه. بیشتر شده. ولی من واقعا فکر میکنم که هنوزم فکر میکنم که یه چیز نمادین هست. خب تحصیلاتت حامد توی رشته که تحصیل کردی دقیقشو خودت بگو. لیسانس آبیاری؟ ببین من مهندسیم خاکشناسیه. بله. فوق لیسانسم آبیاری زهکشیه. بله. کنارش کنسرواتوار موزیکم. اونو که میدونم. آره. خب اون بخش تحصیلاتی که به موسیقی ربط نداره چقدر تو کار تاثیر داشت؟ اصلا کمکی کرد یا اصلا هیچی؟ به جوت فرضت بنظرم خودت هم دانشگاه که رفتی، ما موقعی که وارد دانشگاه شدیم سال 79-80 بود که جو جوری بود که ما یه ارکستر داشتیم تو دانشگاه، یعنی ارکستر درست کردیم با پسر خالم آرش، راک می‌زدیم، موزیک راک تولید می‌کردیم و موقع هم کنسرت میدادیم حسابی، اسم گروه اونم رادیکال بود. اون جو موسیقی، من همیشه یادمه که اساتیدمون تو دانشگاه میگفتن حامد برو دنبال موزیک، این رشته رو بیخیال شو. خیلی هم مثلا مهندس
در واقع خوبی نیستم، ولی دوست داشتی رشتهتو؟ اصلا به هیچ عنوان دوست نداشتم، به اصرار اینکه حالا از یک خانواده ما هستیم که اکثرا بچه ها تحصیل کردن و تو مقاطع خیلی بالا پیش میرن، منم چون مرسه نمونه دولتی میرفتم و حالا اون اتفاقات خانوادگی بود، مجبور شدم که بالاخره پدر و مادر راضی کنم، بیشتر مادرم راضی کنم که حالا یک مدرک داشته باشم و در واقع بتونم کنارش موزیکم ادامه بدم. ببین تو یه تایمی من فکر کنم جزو خواننده‌های قدیمی محسوب میشی، خب مدتی کار کردی ولی خب خیلی شنیده نشد کاره، تا اینکه به هر حال فکر کنم کار چترخیس بود اگه اشتباه نکنم، که خب خیلی مگاهیت شد اصطلاحاً و خیلی موفق بود کاره. اولین باری که کارت میلیون ها بار شنیده شد، به اولین نفری که فکر کردی که کمکت کرد که این اتفاق بیفته، این تغییر، بجز خودت، خب طبیعتاً خودت اصل این قضیه هستی، ولی در کنارت بوده، چه کسی بود؟ فرضت یه ترکی ما قبل از چترخیس سولید کردیم به اسم مردم شهر. اون ترک توی من یک چنل داشتم که 400 نفر عضو داشت توی تلگرام، 400 نفر. اون ترک رو روش یک چیز کارتونی گذاشتن، یک انیمیشن کارتونی گذاشتن و یه انیمیشن خیلی جذابی بود، حدود مثلا 3 میلیون بار پلی شد قبل از اینکه چترخیس وارد بازار بشه. من موقع خیلی با مادرم درد و دل می‌کردم، یعنی اومده بودم تهران و پدرم بهم گفته بودن که برو و برنگرد، یعنی برنگرد به این واسطه که برو، که این دفعه چون من دو تا آلبوم قبلش داشتم خیلی ناراضی بود، یعنی اصلا از... یعنی منظورم اینه که فرض نمی‌شد و پیش یک آدمی که دوست مشترک من تو هم هست حالا رفته بودم و آلبوم تولید کرده بودم و اصلا نمی‌شد، نمی‌دونم چرا نمی‌شد واقعا. بار آخری که می‌خواستم بیام پدر گفتن که لطفاً حامد برو و دیگه برنگرد. از برنگرد منظورش اینه که برو دیگه کاری بکن. و من واقعاً فکر می‌کنم که تقریباً یک سال و اندی از استودیو، حتی پنجشنبه شب‌ها که می‌دونی که منو بهنامبانی توی استودیو کار می‌کردیم، بله. و اون موقع مهدی دارابی از هوروشمند بودیم کنار هم دیگه بودیم، حالا مهدی توی استودیو دیگه بود و حمید فریزن، همه دور هم بودیم قبل از که من با محسن رجب‌پور و سامان در واقع این اتفاقا رو رقم بزنیم کار میکردیم. من احساس میکنم فرزاد با مادرم همیشه درد و دل میکردم و به مادرم گفتم مامان داره کارم میگیره، مامانم گفتن نه بابا، حالا چیزی که گفتم به خدا این چنل من 400 نفر بیشتر نیست ولی میلیون ها بار، چون تو اونجا نشون میداد که داره پلی میشه و فکر میکنم که بعد مادرم به من زنگ زدن گفتن که حامد خواب دیدم که توی دریا داری شنا میکنی و هرچی بهت میگم برگرد میگی نه میخوام تو جلو برم. و اون اتفاق افتاد که واقعا بعدش هم چترخیس سولید شد. و اولا که سال نو رو تبریک میگم به همه مادرای عزیز، واقعا مادر خودم و مادر حامد عزیز، ایشاله که سال خوبی داشته باشن، سلامت بشن. و چقدر قشنگ که آدم اون لحظه به مادرش شکر بکنه، کسی که به هر حال حتما تو زندگی هممون نقش بسیار بزرگی داشته. ببینه سوالم اینه که خب فکر میکنی که نقش آقای رجب‌پور چی بود توی این قضیه؟ به این فرضت من چون خیلی میدونی حواشی که زیاد، خیلی زیاد، الا ماشاءالله حواشی زیاد بود و اینم در دل این سوال ازت بپرسم چون فکر من به هم ربط داره، خودت الان حامد محمودزاده رو میشناسی به عنوان خودت یا حامد همایون شدی دیگه کامل؟ فرزا جون تو از من بیشتر تو این، من یادمه که مثلا من خیلی مدت خیلی وقتا شما رو میدیدم دیگه، تو تلویزیون میدیدم. همه آدم ها دوست دارن دیده بشن، حالا ماها که کارمون موزیکه و به غیر از موزیک کار دیگه ای خیلی بلد نیستیم. صد درصد. محسن رجب‌پور الان بکستج اتفاقا خیلی حرفش بود با هم استاد سینای زکایی عزیزشیم حرف میزدیم راجع به محسن. من خیلی پررنگ میبینم نقشو، خیلی پشت سرش حرف زدن، خیلی آدم ها بیمعرفتن، خیلی همکاراش. نه آخه به خاطر اینکه یه صاحبه شده بود که من میخوام اینو بگم بریده شده بود به خاطر آره میخوام اینو بگم آقای رجب‌پور خیلی آدم مشتی و مردیه، خودمونی بگم، ولی اون تیکه مصاحبه‌ای که حالا روز اولی که من اصلا هنوز کنسرتام شروع نشده یک کسی اما حسین یه سوالی کرد و اون اتفاق افتاد، من میگم که این همه ما کارهای مثبت انجام دادیم، این همه اتفاقات خوب انداختیم، رفتیم
تور اروپا رفتیم، بله. رفتیم استرالیا، رفتیم امریکا و اتفاق خیلی خوبی انداختیم. چی میشه بعد از یه 4 سال اون مصاحبه که روز اول اون خب از اول بوده دیگه، یعنی اون مصاحبه همیشه بوده. ببین مهم اینه من که تو خودت بگم که... آره من میخوام اینو بگم که میون شکر گل شیرازی ها میخوام شیرازی ها میون کلام شیرازی میگن میون کلام شکر. خب میگفتی میگم که خیلی نقشش موثر بود و روز اول با من حرف زد. من بازم دوست داشتم راک بخونم و خیلی ترک دارم که سبک موسیقیش راکه و خیلی شعرها جدیه. براش گیتار زدم خوندم، پیش با سامان رفته بودیم پیش آقای رجب‌پور. من فکر میکنم که بدون شک بدون شک کار بلدترین تهیه کننده ایران. خودت هم میدونم که باشون کار کردی توی مقطعی و بسیار آدمیه که همین الانی که من آلبوم نمیدم که آلبومم آماده است یک علت و من اعتماد دارم بهش. یعنی مثلا میگه حامد آلبوم قبل از عید ندیم، نمیدونم بعد از عید بدیم، آلبوم امسال ندیم، آلبومو دو ماه دیگه بدیم، الان این کار بکنیم. من بهش اعتماد کردم و خدا رو شکر میکنم که باش کار کردم. دستش خوبی هم گرفتی، بسیار خوب و بسیار آدمی هست که تو کنسرت ها ثابت کرد که برای مردم احترام قائله. هفت اگر که سانس اول ساعت یه رو بفت شروع میشد، من واقعا فرزاد یه رو بفت شروع کردم و تو کنسرت ها ما مردم رو عادت دادیم و خودمون رو عادت دادیم که آن تایم باشیم برای آدم هایی که برای وقتشون ارزش قائلن. و محسن رو خیلی میشناسم از قدیم و بسیار آدم حرفه‌ایه، امیدوارم هر جا هست موفق باشه و میدونم که مدیر بسیار خوبیه. در مورد اون قضیه هم کاملا درست میگی، مهم اینه که تو خودت راضی باشی از همکاری با طرف و این شیطنت های تبلیغاتی هم یا بعضی از خبرنگارا خیلی مهمه. خب حامد تو شیرازی، فکر کنم خیلیا بدونن اینو، منم دوست شیرازی کم ندارم، دوست مشترکم با هم داریم اومد و هر دفعه هم که رفتم شیراز بسیار لذت بردم، مردم بسیار مهمون نواز، بسیار باحال، اهل موسیقی و به اصطلاح اهل دل و خیلی خوشمشرب. این که میگن شیرازی ها تنبلن، خب اجازه بده، این که میگن شیرازی ها تنبلن، یه مدرک بیار یه جوری اثبات کن به ما که اینجوری نیست. به فرزاد تو همه جور هست بالاخره تنبل. این موضوع اول که همیشه شما لطف داری، اولا که خواهش. خوبی از خودت، افتخار میکنیم که شما چندین بار اومدی به شهر ما و واقعا همونجوری که میگی شیرازی خیلی مهمون نوازن، خیلی مهربونن. همین گروه رستا که عزیزم، من میدونم که من خودم کنسرتشون شیراز رفتم، خیلی هم عشق کردیم، خیلی هم کنسرت جذابی بود اون موقع که شیراز بودم. این که مردم خیلی باحالی داره و تو عرض زندگی به جای طول زندگی زندگی میکنن که 100% همینطوره، ولی من فکر میکنم که یکی از کسایی که ثابت کرده که شیرازی ها خیلی هم تنبل نیستن خودم هم. آره تو که ماشاءالله، من واقعا سعی کردم که اینطوری نباشه. میگم حالا این حرفا از قدیم بوده، شیرازی آره. که خیلی خوشمشربن و مهمون نوازن، این در واقع اصطلاح برشون بکار، این که در واقع مزاحه، چون ما خودمون این همه رفتیم شیراز واقعا دادیم. چقدر مردمان باحال، پزشکای خیلی موفق، مهندسای خیلی موفق و اینکه شیرازی مهد تمدن و فرهنگ و شعر و شاعریه. یه سوال دیگه راجع به شیراز بپرسم، دو تا از اساطیر فرهنگی شیراز به جز حافظ و سعدی بهمون بگو. ببین خب شیراز از خیلی قدیم اسطوره های خیلی بزرگی ها داره. خدمتت که عرض کنم از اساطیر فرهنگی اگه بخوایم بگیم، من خیلی یارو میتونم نام برم، ولی یک کسی که خیلی تو موسیقی شیراز تأثیر گذاره، ایشون مدرک دکترای موسیقی جاز دارن، استاد محسن مرشد که مرشد. گردن همه ماها، یعنی همه ماها که تو شهر شیراز حالا کار کردیم، به نظرم خیلی گردن ما حق دارن. استاد علامه که پدر نیما علامه عزیز هستن که ایشون هم توی زمینه تئاتر و هنرهای نمایشی خیلی خیلی کمک کردن. باید واقعا کتاب بنویسیم راجع به این شهر که پر از افراد خیلی زیاد واقعا هنرمند. می‌خواستم یکم معاصرتر بگم که گفتی آره نه چرا که نه، معاصرتر بگم، جز اون آدمای معاصری که در واقع خیلی عشق می‌کنم باهاش و به نظرم موسیقی خیلی قشنگی داره، موسیقی خیلی
عمیقی داره و آینده مطمئنم که ماندگار خواهد بود. علی زنده وکیله. بله علی زنده وکیلی که خیلی دوستش دارم، علی رفیق خیلی خوب منه، داداش کوچیکمه و میگم انقدر شیراز هنرمند. ما بکستج بحثمون بود که فکر میکنم مکتب گیتار جاز و مکتب گیتار ایران به نظرم از شیراز یه جورایی، در واقع خیلی نوازنده گیتار خیلی خوب تو شیراز. من شنیدم داریم. که آره نوازنده گیتار واقعا دوست دارم ببینی از نزدیک. خوبی داره. آره. شیراز. حالا که صحبت از شیراز و شیرازی شد، بریم یه کار باحال شیرازی فولک بشنویم از بچهای رستا. به. بفهم. شیراز میگن ناز واسه آفتاب جنگش. شیراز میگن ناز واسه آفتاب جنگش، قلبار گرن میزنه به هم تیشه تنگش. بلبل تو کوچا تو پس کوچا غزل میخونه، شعروی تر حافظ میچکه از سر چنگش. عطر گل یاسمون استرن بهار نارنج، هی سر میکشه از تو خونوی واز و ولنگش. اینجان که اگه چیش تو چیشای ایکی بدوزی، ساز دلشه میشنفی از جلنگش. Shit.
به به دست به خودشون بزن ماشاءالله عالی به آقا ما رو بردن به خیلی ممنون از به گروه دوست داشتنی رساک بابت این موزیک بسیار شاد و خاطر انگیز. خیلی خیلی ممنون واقعا ما رو بردیم به چه خاطراتی توی شیراز توی اکثر عروسی ها، حالا که یک سالی کرونا شده ولی موقعی که عروسی برگزار میشه در واقع انتهای عروسی وقتی که عروس داماد رو میخوان به قول ما دست به دست کنن این واسونک خیلی خوشگل و محلی آره و دیدم که خیلی حامدم کامل بلد بود و آره خیلی خوشگله باقا. خب این قطعه که قطعه خیلی معروفه بله، همه خیلی ایرانی ها بلدن قاعدتا و بسیار لذت بردیم. خب حامد جان قبل از اینکه بریم سراغ سوالای بعدی نکته بگم که جالبه همراه اول اومده و یک مسابقه ای رو گذاشته که در واقع بیشتر حالت قرعه کشی داره و جوایز خیلی ارزنده ای هم هر روز میده به مخاطبینش و تنها چیزی هم که شرط حضور در این قرعه کشی هست اینه که صفحهشون رو صفحه اینستاگرامشون رو فالو بکنن مردم و از توی فالوورهای خودش هر شب یا هر روز بهشون جوایز نقدی متعددی میده که این اولین بار فکر کنم که احتیاج به کار خاصی نداره و همه میتونید شرکت بکنید در این قرعه کشی و صاحب جایزه بشید. یه سوال فانتزی ازت میپرسم جواب بده چون میدونم که یه ذره ممکنه رو دروایسی بکنی ولی بامزه است. اگه تو یه قایقی گیر کرده باشی تو دریا و خب زمان زیادی هم گذشته باشه تو این قایق خودت باشی و علی زنده وکیلی و عماد طالبزاده کدومشونو میندازی پایین برای اینکه قایق سبکتر بشه و بتونی برسی به مسیر؟ یعنی یه چیزی گفتی که خیلی خودم یکیشونو باید بندازی پایین. نمیتونم خودم بپرم؟ نه نه خودت باید باشی، تو آدم جوندوسی هستی. علی رو میندازم پایین. علی زنده وکیلی رو میندازم. چرا؟ چون اما دوتا بچه داره. آها به خاطر بچه هاشم. نه این وارد مسائل احساسی نکن. در صورت ببین من به در صورت علی میندازی پایین. علی میندازم. آقا میندازدت پایین. علی رو میندازم اینجوری بشناس رفیق. شوخی. نه ولی حالا در اصل فانتزیه ولی که حالا با عماد رفیق تری که جزء دوستای عماد قدیمی ترین رفیق در واقع موزیکی منه. قدیمی‌تر مثلا برمیگرده فکر کنم سال من آموزشگاه درس میدادم موزیک آواز درس میدادم عماد میومد شیراز پیش ما و میومد پیش حتی سر کلاس آواز منم میومد خدمتت که عرض کنم فکر کنم برمیگرده به سال 88 و 87 و اینا. حامد بعد از اینکه به هر حال کارهای هیت بیرون دادی و موفق شدی خب این رفاقت ها و دوستی هایی که وجود داشت های کمرنگ تر شد حالا به واسطه حسادت هایی که در کار ما وجود داره چون میشنیدیم که در کنسرت آمریکا حدود 10,000 نفر تماشاچی در کنسرتت بودن و خیلی ها میگفتن نه این عدد واقعی نیست یا اگر هست نمیدونم مهمان و همین چیز حرفایی که میدونی بین ماها و رقبا رد و بدل میشه. آیا این باعث شد که تو رفاقتات با دوستایی مثل عماد، حالا عماد مثال زدم چون میدونم اینجوری نیست، کم رنگتر بشه یا اونها با رابطه‌شون رو کمتر کردن یا اینکه نه فکر می‌کنی اصلا همچین چیزی تو موسیقی نیست؟ اگر واقعا فکر می‌کنی نیست بگو نیستا. به فرزاد چند فکر کنم هفته پیش بود داشتم با رجب‌پور تو دفتر حرف می‌زدیم با هم دیگه یه چند تا نکته به من گفتن و برام جالب بود. من همیشه دوستامو از جون و دلم دوست داشتم و بچه‌ای که بعد از خودم اومدن تو پیشکسوت من، شاید از نظر سنی از من کوچیک‌تر باشی، نمیدونم شاید یه سال یا هم سنی مثلا. متولد چندی؟ 61. نه شما کوچیک‌تر از منی هست. اوکی. و اینکه میخوام بگم پیشکسوت من در واقع. شما زودتر اومدی و اگر با هم دوست بودیم خیلی قشنگ بود که مثلا بگی حامد مثلا میگم اگر امروز رو استیج میری بین مثلا کارا هیجان زده نشو، داد نزن، نمیدونم صدات میگیره فلان. ولی من با تمام دوستایی که بعد از ما اومدن، بعد از خودم اومدن، خدا رو شاهد میگیرم که هر کاری از دستم برمیاد، حتی دکتر هنجره که خودم میرفتم و بچه‌ها رو میفرستادم میرفتن حرف میزدیم با هم دیگه. خودت چی اشتباه نکن. من
یک جاهایی آزرد خاطر شدم از یه سری از دوستان، اینکه ما رفتیم یه سالونی سولاد کردیم که 14000 نفر بود. لطف خدا، اصلا خود بهتر میدونی، بله، اصلا منیتی وجود نداره اینکه ما انداختیم، نه، خدا میخواسته که شده. افتخاریه برای من، افتخار برای تیم ما، و افتخار میکنیم که تونستیم بریم یه کاری انجام بدیم، حدود 40 خورده هزار صندلی بفروشیم مثلا تو آمریکا، حالا مردم بیان یا هر جای دیگه، اصلا اینا مهم نیست. ولی به نظر من قشنگ که ما روز تولد همدیگه رو با هم تبریک بگیم. بله، احوال اینا گذراست، موفقیت ها اون. ولی برای من جالب بود، خیلی اتفاق قشنگی بین همه بچه ها افتاد. ما اون اتفاقی که به لطف خدا و به لطف مردم انداختیم و اون اتفاق افتاد، تمام بچهای موسیقی برای من استوری گذاشتن، از محمد علیزاده بگیر، احسان خواجه امیری بگیر، بیا تا نمیدونم حالا خودت و حامد برادران و بهنام بانی و هر کسی که توی موسیقی یک بالاخره یه سلام علیکی داشتیم، اون تبریک رو من گفتن، خیلی دوست داشتم. یعنی اون لحظه بود که من فکر می‌کنم ما پرچم موزیک پاپو در واقع بردیم، یک جای برافراشته کردیم. اصلا به عنوان یک ایرانی برای آره واقعا نداره. ما اسممون رو دیوار فروم نوشته شد و اینکه افتخاری بود برای ما که من به عنوان یه نماینده خیلی کوچیک، یک آدمی که اگه بشه اسمش هنرمند گذاشت، رفتیم اونجا. اتفاق خیلی خوشگلی بود. ان شاءالله که هر آره روز بهتر از روز قبل قربونت برم. من تو با هم رفیق صمیمی، خیلی من دوست دارم که رفاقت همه آدم‌ها تو موزیک مثل من تو باشه. یعنی من اگه شما کاری منتشر میکنید، دوست دارم مثلا شعرش میکنم، چون ماها فکر میکنم رفاقتمون نداریم تو موسیقی متاسفانه در آره مارکت ما یه سری رفتارهایی با بوده از قبل که یه گاردهایی وجود داره که واقعیتش رو باید آدم بگه، هیچ ایرادی نداره، بذار مردم بدونن که خیلی ها دوست ندارن که بقیه موفق بشن. البته خب طبیعتا انسانهای درست و با طرز تفکر صحیح هم توی موسیقی وجود داره 100%، ولی خب به هر حال میدونی که اینجوری هست، یعنی این واقعیتی. امیدوارم واقعا این رفتار تصحیح بشه، نمیخوام خیلی بهش بپردازم چون نخنماست و کاری هم دست ما بر نمیاد که بخوام کار همینی که هست. آره، میگم فقط ما به عنوان یک حالا یه قشری که یک صنفی هستیم، حالا با هم دیگه اگه صنفی حالا در واقع داره کم کم تشکیل میشه و یک اتفاقی افتاده، من میگم ماها پشت هم باشیم، کنار هم باشیم، و اینکه از اینکه یک کدوممون یک اتفاق قشنگ رخ بندازه، ترکش بگیره، یا یه ذره یک کسی کم رنگ شده پررنگ بشه بعد دوباره، و اینکه یک آدمی تلاش میکنه، خیلی قشنگه که پشت هم دیگه باشیم. خب حامد، مثلا ما همین کار منو بشناس که تیتراژ برنامه ما هم هست و خود تو هم توش حضور داشتی. تیتراژ این برنامه؟ بله، تیتراژ همین برنامه، تیتراژ برنامه منو بشناسه که اسم برنامه ما هم هست، به صورت نمیگم اتفاقی، ولی خب حالا به هر حال خیلی خوب شد که این دوتا با هم یکی شدن. خب یه اتفاق خیلی خوبه، بعد از سالها حدود 40 تا خواننده موسیقی ایران با هم دیگه همکاری کردن در یک موسیقی مربوط به صلح و شناخت بیشتر ایران به کل دنیا، و چقدر قشنگ هست که این بچه‌ها اومدن در کنار هم، چقدر قشنگ میشد که بقیه هم میومدن. شاید بعدها بگن چرا نیومدیم. نظر خودت چی بود راجع به این آهنگ و این اتفاق؟ اول که سورپرایز شدم که تو آهنگو ساخته بودی. بروز سفاریان که آهنگو فرستاد برای من، و من از اول تا آخر آهنگو همه رو خوندم و نیم ساعتم به دستش رسون، یعنی برام که فرستاد نیم ساعت بعد آهنگو براش فرستادم. و بروز سفاریان که استاد واقعا دیگه، حالا بروز سفاریان لقب یکی شایسته‌شه واقعا. خیلی لذت بردم که چقدر خواننده های درجه یک زیر صدا خونده بودن. بله، خودم همه بک وکال و فاصله 3 و 5 و همه فاصله مکسارم خوندم. واقعا دوست دارم اینجا اینو بگم وسط حرف خود به قول خود شکر، که به دلیل کمبود جا واقعا بعضی از خواننده های بزرگ ما که خیلی لطف کردن توی این پروژه حضور داشتن، و ما نتونستیم توی مین وکال بذاریم، تو بخش وکال اصلی بذاریم، ولی انقدر که به نظرم فرهنگ خوبی داشتن و متوجه این همکاری بودن، باز حضور پیدا کردن. از همشون تشکر میکنم واقعا. البته من هم مثل بقیه شما تو این کار همون اندازه سهم دارم که بقیه دارن. هدف شناخت بیشتر کشورمون و فرهنگمون به کل دنیا بوده، و اینکه خب خیلی سمپاشی ها میشه در
جاهای مختلف دنیا بر علیه ایرانیا که در صورتی که اینجوری نیست ما سعی کردیم این صلح طلب بودن فرضت ویدیوش هم میان که الان که پخش میشه ویدیوش دقیقاً در قسمت اولمون پخش شده و به عنوان تیتراژ پخش شده ویدیوشو محمد اولاد کار کرد بسیار ویدیوی خوبی شده میخوام اینو بگم اونقدر این ویدیو خوب بود اونقدر رفته بود تمام نقاط ایران رو داره. یعنی در واقع هر کی از بچه‌ها یه تیکه میخوند یک بخشی از این سرزمین کهن و سرزمینی که سرزمین عشق و صفا و صمیمیت و دل قشنگه بود من احساس میکنم من میگم خودم که اصلا کوچکترین عضو همتون بودم اونجا همه بک وکالایی که فکر میکردم قشنگه همه فاصله که فکر میکردم میشینه تو اون بخش کورسش و ترجیبندش رو همه رو خوندم و اتفاق خیلی باحالیه من فکر میکنم که ما نشون دادیم که علارغم این که یک سری اتفاقاتی هم تو حاشیه ممکنه بیفته بعضی موقع یک کسی که بولد میشه یک کسی که حالا موفق میشه یه جایی رو همه میریزن سرش که خرابش کنن این اتفاقات قشنگ رو هم داریم مثلا همین امشبی که من اصلا جسارت کردم در جوار شما و گروه رستا که عزیز نه عزیزم خواهش یه چند تا کار خوندی من خیلی دوست دارم من احساس میکنم که ما حالمون و خودمون میتونیم بهتر خیلی کنیم. میتونیم بهتر بکنیم و ما میتونیم خیلی با هم اگه یه سری چیزا رو بذاریم کنار و یک سری اتفاقات و تفکرات غلط رو بذاریم کنار و از بزرگان موسیقی یاد بگیریم در همه جای دنیا این اتفاق میفته حالا بریم یه بازی با هم دیگه بکنیم بریم. یه بازی باحال داریم که اگه موافق باشی بریم اونجا ببینیم که چه خبر به خب رسیدیم به جذابترین بخش برنامه بخش بازی و مسابقه خیلی خوشحالیم که در خدمت آقای حامد همایون و آقای فرزاد فرزین این چهار بزرگوار دوست داشتنی هستیم امیدواریم که بتونیم لحظات شادی رو برای شما رقم بزنیم چرا ما چهار تا حساب کردیم؟ آقا تقریبا چهار تا دیگه فرزاد و فرزین حامد همایون آها از این لحاظ بله آقا شما چند سالتونه؟ 38 38 شما هم 50 و... من ترجیح میدم صبح حالا هر چی که هست از تو بهتر موندم حالا اونو بچسب اصلا 90 سالمه ولی تو یه سالته ولی من از تو جمع منطقی من آقا بچه خواهر و بچه برادر اینا داری نه متاسفانه هیچی تک فرزند دیگه تک فرزند خب به کی عیدی میدی توی این عید ما معمولا میگیریم فقط عیدی هنوز عیدی میگیری بقید. در سن شما چی بچه خواهر بچه یه بچه برادر دارم آیلین که عاشقشم همه زندگیمه ولی راه دوره راه دوره آره عیدی بهش چی میدی معمولا خیلی دوست دارم بدونم حامد همایون مثلا معمولا نداره چون هنوز یه سالش هم نشده عزیزم آها زود هنوز آها نره. تازه به دنیا از ایناست که هرچی عیدی بدی پدر مادر خودشون برمیدارن درسته؟ نه یه کمی چیزیم دیگه نیستن ایران نیستن ولی خب خیلی عاشقش هم دیگه یعنی بهترین اتفاق زندگی کل خانوادهمون آیلینه ایشالله بهترین اتفاق زندگی برای خودت هم بیافته ایشالله بریم سراغ بازی خلاصه های پنج ثانیه ای خلاصه های پنج ثانیه میدونی بازی چجوریه؟ نمیدونی هیچ ایده ای ندید آقا به این صورته که در این کارت هایی که شما اینجا میبینید نام چند ده تا فیلم نوشته شده چند ده تا فیلم بله فیلم. بله شما عزیزان باید یکی یکی اول شما بعد شما یا برعکس اینا رو بردارید بدون اینکه اسم فیلمو بگید با گفتن خلاصه داستان بفهمونید به نفر مقابلتون که این فیلم چه فیلمیه چه فیلمی بود اگه ندیده بودیم چی فیلمی تو 3 دقیقه شما 3 دقیقه میتونید رد کنیم ندیده بودیم میتونید رد کنید بله واقعا اگه ندیده بودیم و واقعا اگه ندیده بودید اگه سخت بود در اکیدا اومدیم بازی کنیم دیگه سر کار که نمیدیم 3 دقیقه زمان میگیریم رکورد جهانیش 15 تا یعنی اگه بتونید رکورد 15 تا رو بزنید رکورد جهان رو جابجا کردید بریم آقا نه بابا بریم امکان نداره آقا شاید بتونید دیگه خب ناامیدم من بذارید من ساعتمو کوک کنم اصلا من برمی‌دارم به حامد میگم مثلا به حامد توضیح میدم بود اینجوری بود این فیلم رو فیلمه که اینجوری بود بدون اینکه فیلم بینی هیچ المانی از ببینید چه جوریه خیلی فیلم میدم ولی اسم یادم نمیمونه بعد خب داره اسمو شما نوشتین دیگه خب ندیو ما من نمیتونم بگم الا اونا رو مثلا میگم آره همون فیلم است ولی اسمش یادم نمیاد فیلمای معروف همه حالا بریم بریم آقا اول من بردارم من برمی‌دارم برای حامد اول تو برمی‌داری بریم 1 2 3 برو آها این دیگه خیلی راحته دیگه تایتانیک تموم شد و رفت چه سرعتی رکورد جهان رو میخوام بزنم زواج نه میتونی توضیح بدی میتونی حرف بزنی آره آره همون که چیز داره دیگه یعنی یک سری آدم بودن دنبال یه حلقه میگشتن حلقه ازدواج نه این قبول نیست دیگه چون نه بعد دیگه آفرین چرا گفت حلقه ازدواج نه نه بعد دیگه حالا برو حلقه ازدواج نیست اون که اون افتاد تو آتیش حلقه آها لورد اف دی رینگ آره درسته میپذیریم ولی اینو نمیپذیریم درست چون نباید اسم حلقه رو میآوردید آها برو
آه این دیگه خیلی راحته. گاتفادر چیکار کردی؟ همون کاری کرد. یه آدمی بود که یه جانبازی رو میخواست ببره همه رو به رگ چیز کرد جانبازی آژانس شیشه. آفرین درسته. بریم چهار تا ایده بچه ها. این دیگه خیلی اکبر عبدی. اکبر عبدی چی؟ در دو نقش بود. آها میدونم اسم فیلم رو یادم نمیاد. رفت ترکیه. اگه گفتی چیز آدم برفی. آفرین درسته. اکبر عبدی توی فیلم دیگه بازی. بابا دیگه اکبر عبدی نیست اصلا. میدونم بابا نیست. اون که یک نفر ویالون میزد گل شیفته بچه داشت مادر به نام آره مادر. چیز مهر مادری نه ترانه مادری نه بابا ترانه مادری چی مادر. میم مثل مادر آفرین میم مثل اکبر عبدیش کجا بود شهاب حسینی و ترانه علی دوستی بازی خلاصه داستان رو باید بگید نه خب که نفهمید حالا خلاصه داستان که من ترانه پوزه اصلا اون پیره مرده میره تو حموم آره درست داره آها چیز خیلی هم معروفه فیلم نه دستو بردار جدای نادر از نه اون یکی نه بعدیش میگه چیز بعد دستو جدای نادر از سیمی نه دیگه نه بابا چیه یه بار دیگه دارید چکارم نمیدونم دو دقیقه تو گذاشته خیلی معروف بوده نمیدونه دیگه آقا بذار کنار نمیدونه فروشنده خب حالا همون قبلیش فروشنده بود. همون که گفتم یعنی چی همون که گفتم همون که توضیح بدی فیلمو باباشو میشست توی چیز لیلا آتنی بازی میکرد جدای فلان بابا وایس نه چرا باید بگید جدای نادر از سیمی آره دیگه برو چرا خودت نه این همه جر نزن بابا تو بعد نکن ببینم آخه اسمشو خودت نه درست بود این که همه رفتن جنگ و فیلم چند قسمت آفرین درست آقا حامد بهتره آقا قشنگ اون که تمام بدنشو نقشه زندان تکرار کرد آفرین باری کلا خیلی این خیلی سخت اصلا یادم نمیاد برو تو یعنی چی یادم نمیاد دیگه دیدی فیلمو یا نه فقط سه شنبه آخر سال چهارشنبه سوری این تقلبه هیچ تقلبی نیست مهران مدیری و اینا رفتن دیش ماهواره نصب کنن با محمد رضا شریفی نیا اینا دعواش میشد اون بالا اسقر فرهادی نوشته بود یادم نمیاد ندیدم دایره زنگی ندیدم شهاب حسینی ها ترانه علی دوستی بازی میکنن یه آقا چرا آره دیگه بازی آقا من اصلا چی خلاصه داستان تو نگفتی نگو تو نگفتی الان دارم میگم نگید دیگه اصلا نمیدونم بابا این دیگه دیگه خودم بگم برو بابا مثلا ای بابا تو هم گیر دادی به همه اونم شبیه دختری با کفشای کتانی رو همه دیدن آقا اولین فیلم ترانه علی دوستی ترانه 15 سال داره بله آفرین چقدر خفنه هومه توی بازی چیز یه فیلم خیلی خفنه که مال استاد شکیبایی خیلی همون آفرین برو بیا چقدر واقعا اینو فکر کنم ندیده باشه من رد میکنم تو دیدی یا نه تو دیدی چرا من دیده بودم میگم اون فیلمه که اونجوریه به خدا دیدی اینو تو آقا درس آقا بس بگم گفتم خب تو بلوچستان غیرت شد سر دختر سر چیز نه جدیده. آخر کشتش چیز بود آه چیز باست فهمیدم الان بهت میگم اسمش همین که الناسا کردوست آفرین سیمرغ گرفت به خاطرش آره. توشم شب داره شبی که ماه کامش باری کرده بیا توشم شب داره من همون لحظه گفتم همون موقع گفت 15 سال این فیلمی که نوید محمدزاده میگه سومیه نه میگه سومیه میگه سومیه آقا نقش معتادو داره دست نزن تموم شد زمانش تموم شد ابدو یک روز ابدو یک روز بود البته دیگه سومیه رو نمیگفتی هم نمیگفتی چون چرا ممکنه ارجاع بدی به یه چیز آره راست میگی چه مال خود فکر فیلمه فکر کنم ولی بد نبودیم یعنی خوب نبودیم ما بد نبودیم دیگه البته فرضا تقلب زیاد شد ولی تو خوب آقا من چه تقلبی کردم آقا وایسا دو تا فیلم برای اونایی که رد شدی دیده بودی همه رو نه واقعا ندیدم در چشم باد جمشید هاشمپور بازی کرده بود بابا در چشم باد جمشید هاشمپور بازی کرده بود نه پارسا پیروزفر بازی می‌کرد بابا یادم نمیاد اسمش به من گفت نمی‌دونم من ندیدم میتونین ویدیو چک کنین ببینید من چه در چشم بادو کی بازی من ندیدم در چشم بادو اگه شما دیدی آقا حمید درست بس انجام دادم دیگه الکی میخوای شلوغ کنی فقط عزیزم بابا میگه اسم جدایی نادر است بی توش جدایی داره نه گفتم همون قبلیه من نگفتم اونو که گفتم همون قبلیه رو متاسفانه با این سن کمت هنوز اون چیزم یادت نیست حافظت هم از دست دادی ببین 10 سال دیگه چی میشه ولی اطلاعات فیلمیت خوب بود حامد فیلم زیاد میبینم نه فیلم زیاد میبینم یه خورده مثلا بعد این بازیات برنده نداره هیچی نمیدی بهم جفتتون برنده اید دیگه اینا با هم دوست داشتن ما جلوی شما که همیشه نه ما میخوایم
چیزه، فیلم زیاد میبینم اتفاقا تو این کرونا خیلی دیدم. بله. ولی یه خورده حافظه اسمیم نه خوب بودی. آخرین فیلمی که دیدی چی بوده؟ اسمش یادم. آره پلتفرم. پلتفرم بود. آخرین فیلمی که پلتفرم بود چیکار می‌کردی اینا؟ نه نه ببین فرض تو این مدت برگشتم. به شما نداره. چی دیدی مگه ارتباط خاصی به ما نداره؟ نه نه تو این مدت برگشتم. آها یعنی نه نه ارتباط گروه سنی شما نمیخوره. بالاتره. گروه سنی بالاتر. چی دیدی که به گروه سنی؟ برای اینکه اگه نخوره. عزیز من اگه قرار بود گروه سنی الف هر چیزی رو فیلمو ببینه خب می‌دیدن. شما چی کار کردم من؟ تام و جری هست اینا رو بشین. نه من برگشتم فیلمای خوب سینمای دنیا رو دیدم. برگشتم یعنی برگشتم کار منم کرد مرور کردم واقعا همه هم مرور کردم هم دیگه با دقت بیشتر حالا بده واقعا آلپاچینو رو تو فیلم تو گادفادر 1-2 واقعا عجیب غریب بازی میکنه اصلا نداری این یه حسی به من میده این احساس میکنم که ریاست دارم این حالتو داره برای تو هم خوبه برای من نداره نه خب بچا خیلی میکنم اینو در درون خودت داری نه نه من اصلا اینجوری خب دمت میگم قربونت برم عزیزم زنده باشی کردیم که تو که هستی بله بله ولی خب حامد احتمالاً تو رو در شب‌های دیگه نخواهیم خیلی خوشحال شدم فرزا جون عزیزم خیلی خوشحال ما البته ادامه داریم ما بعد بریم کلی بشیم صحبت کنیم از ایشون میتونی ولی خدافظی کنیم چون باید من دیگه ببینم کنار هم بازی کردیم و اینکه ادامه برنامه رو با هم می‌بینیم بله من شب شب به نظرم هم خیلی پر انرژی و خیلی شب خوب و عالی خب اگه اجازه بدیم من همینجا از خانه مبلمان سام تشکر میکنم که محفل ما رو صمیمی و چشم نواز کرده و همینطور از شرکت کیمیا هنر بدی که ساز برنامه ما رو کوب کردن دستشون درد نکنه مرسی خیلی ممنون خب حامد جون صحبتی نداری بریم بریم ادامه برنامه رو ببینیم بعید میدونم ولی با من آره برید ما با هم هر ساعت خود بکنید بکنید دیگه بخش جذاب تموم شد میخواد بزنید اون بخش جذابی بود واقعا درست میگن ولی خب محتوا زیاد خیلی متشکرم مرسی متشکرم خدا خوب بود آلی. بازی خوب و جوانمردانه بود مرسی ازت حامد بعضی وقتهایی توی ترانه هات چیزای جالبی رو من میبینم مثلا توی یه دونه از ترانه هات میگی از کنج پلکت قند میریزه این یعنی چی؟ عشق و تشبیه کرده به حالا یا عشق شوقه ولی اون در واقع اشکی که میاد و یعنی در واقع قند میریزه یعنی مثلا خیلی به شیرینی قند میریزه حالا که الان کروناست چیکار میکنید دستت تو دسته یا دستم تو دسته یاره الان باید چیکار کنیم ببین فرضت ما خیلی میدونم خیلی هواداری که حالا به ما لطف داشتن روز اول من 5 سال دیگه از حامد واقعا باور نکردنی ولی 5 سال دیگه شد 5 سال شد از آلبوم اول ما گذشت بینش خب خیلی تک ترک منتشر کردیم و خیلی هم مشغول کنسرت بودیم یه ساله که اصلا کرونا اومد و همه بله. چیز رو عوض کرد و من احساس میکنم دنیای پسا کرونا یه دنیای متفاوت چه توی موسیقی حتی من احساس میکنم اصلا موسیقی حتی کنسرت هم یک مدل بله. دیگه خواهد شد چقدر فشار اومد به بچه خیلی زیاد مخصوصا به عواملی که کسی نمیبینتشون بله. از نوازنده حالا نوازنده‌ها که دیده میشن روی استیج و عواملی که پشت صحنه بله. نور و صدا و بچهای تدارکات و انتظامات و همه اتفاقاتی که قرار بیفته احساس میکنم سال بسیار سختی ما پشت سر گذاشتیم امسال که الان 1400ی خیلی آرزو دارم که چرخ موسیقی چون یک عده بسیار زیادی از این چرخ در واقع از این چرخ اقتصادی ارتزاق میکنن بله امیدوارم که این اتفاق بیفته من میشه. بیکار بودم یعنی در واقع از لازم منظورم که اجرایی نبود چند تا فقط برنامه رفتیم حالا با ارکستر اجرا کردیم از این برنامه وی او دی و حالا ضبط شده پارسال که همین موقع ها کنسرت گذاشتم آنلاین ولی رایگان خدمتت که عرض کنم امسال آلبومی رو تولید کردیم که فکر میکنم آلبومی باشه که حرف برای گفتن داشته باشه که میخوام منتشرش کنی فکر میکنم چند ماه آینده این اتفاق بیفته. به سلامت. آره انشاءالله با امید خدا. پس منتظر 100% امیدوارم که آلبوم جدید حامد باشه. واقعا امیدوارم که تونسته باشیم تو این آلبوم یک در واقع وجه دیگه ای از حامد همایون هم نشون داده باشیم. حالا خیلی شعر محور کار کردیم تو آلبوم. مثل خودت که خیلی حساسی رو شعرات همیشه من طرفدارتم و گوش میکنم عزیزم. همیشه بهت گوش میدم. این آلبوم اتفاقا شاعری هم که با ما کار کرد چند تا با هم خیلی مشترک بله بله خدمتت که عرض کنم
آلبومیه که حرف داره برای گفتن، چه از لحاظ ملودی چه از لحاظ تنظیم، و امیدوارم که واقعا بتونم، خیلی آرزو دارم الان که اینجا اومدیم توی نمایشگاه میلاد برگردیم دوباره، واقعا بشه من دوباره واقعا بتونم روی ماه مردم رو ببینم. به والله اصلا قصد مالی ندارم، ولی مشخصا خود با خودم فکر میکنم که آره چه احساس، چه روزگار قشنگی بود و ما قدرشو ندونستیم. بله ایشاله که هرچه سریعتر این دوران ایشاله رد بشه. حامد عزیز خیلی ازت ممنونم که قربونت برم امشب در کنار من بودی، به رسم یاد بود از طرف همراه اول هدیه ناقابلی تقدیم شما میکنم که عزیزم. خیلی ممنون، امیدوارم قربونت برم به خوشی ازش استفاده بکنی. بازم ممنونم ازت حامد. برای ما بعد از خدافظی من لطف میکنی و یه کار دیگه بخونی؟ ما که خوشحال میشیم، میدونم که حتما تمامی دوستانی هم که دارن این برنامه رو میبینن حتما خوشحال خواهد شد. قربونت برم. من خدافظی میکنم از همه شما عزیزان، شادی این برنامه رو تقدیم میکنم به مردم سربلند ایران و امیدوارم سال بسیار خوبی باشه براتون، سال 1400. مخلص همتون هستم. به صدای زیبای حامد همایون گوش میدیم. مرسی. یه وقتا خیلی بهونه گیری، اما از این دل بیرون نمیری. یه پای ثابت تو لحظه هامی، هر جا که میرم تو هم با همی. چشات مثل دریاست، دلم میخواد تو ساحلش خوابم بگیره. اون دوتا چشما رو تا آخر دنیا دیگه یادم نمیره. چشات مثل دریاست، دلم میخواد تو ساحلش خوابم بگیره. اون دوتا چشما رو تا آخر دنیا دیگه یادم نمیره. ای 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 گذشتن از این احساس که کار من نیست. تو که نباشی عشقی کنار من نیست. نترس عزیزم تا من تو لحظه هاتم، غمت نباشه هیچ وقت، من که با هاتم، خودم با هاتم. چشات مثل دریاست، دلم میخواد تو ساحلش خوابم بگیره. اون دوتا چشما رو تا آخر دنیا دیگه یادم نمیره. چشات مثل دریاست، دلم میخواد تو ساحلش خوابم بگیره. اون دوتا چشما رو تا آخر دنیا دیگه یادم نمیره. ای 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 ای